شرکت بافندگی خاطره کاشان، تولید کننده انواع فرش دست بافگونه، شما را به دیدن این مسابقه دعوت می نماید. با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران. از این لحظه هم به ارتباط ما برقرار شده با شبکه جهانی جام جم و همچنین شبکه سه. جا داره در ابتدای گزارش فرارسیدن 22 بهمن ماه سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو گرامی بداریم. یه پیکار فوق العاده حساس از هفته 26 رقابت‌های لیگ برتر امروز در ورزشگاه حافظیه به انجام میرسه. دو تیم با دو روی کرده مختلف گام به این مسابقه گذاشتن. فجیها شدیداً به امتیاز این مسابقه احتیاج دارن تا در ادامه مسابقات امید خودشون رو برای بقا نگه دارن. پرسپولیس هم نیاز مبرم به امتیاز داره تا در قافله قهرمانی بمونه. ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس رو من خدمت شما عرض میکنم. میلسون کوریا دروازه‌بان، سید جلال حسینی، محسن بنگر، حسین ماهینی، میثم حسینی، رضا حقیقی شاندیز، محمد نوری، محسن مسلمان، محمد خلعتبری، حمید رضا علی عسکری و محمد عباس زاده. تصویر نیمکت نشینان تیم فجر سپاسی رو هم میبینید. قبل از اسامی بازیکن پرسپولیس هم نام بازیکن تیم فجر رو داشتیم که من یه بار دیگه خدمت شما عرض میکنم: صالح خلیل آزاد، سعید قزل، رامتین سلیمان زاده، علی جلیلی، میثم خداشناس، سیامک کوهنورد، مهرداد کریمیان، حمید جوکار، جلال علی محمدی، سمیر بکریچ و محمد حیدری. 11 مرد منتخب این مربی 74 سالی یعنی محمود یاوری رو تشکیل میدن. خودش هم میدونه کار سختی رو داره در برابر تیم پرسپولیس که کسی مای خوبه این دوره رقابت لیگ برتر هست. هواداران پرسپولیس به هر حال امید زیادی رو دارن به تیمشون برای اینکه بتونه با کسب امتیاز در قافله قهرمانی باقی بمونه. از اون فصلایی که رقابت بین چند تیم هست، از این لحظه به بعدم بازی با سوت البرز حاجی پور آغاز میشه. داور وسط آقای البرز حاجی پور هست و آقای توری و آقای ظهیری کمک های ایشون هستند. رامتین سلیمان زاده، توپ علی جلیلی در اختیار میگیره. تکل بازیکن های تیم پرسپولیس باعث نمیشه که توپ سلیمان زاده به عقب نره و اعلام خطا میشه به نفع تیم فوتبال پرسپولیس. علی دایی با رضا حقیقی صحبت میکنه. رضا حقیقی شاندیز بازیکن محبوب هواداران تیم فجر سپاسی بود، از همین تیم فجر سپاسی بود که کاملا خودش رو به فوتبال کشور معرفی کرد. نیم فصل گذشته علی‌رغم میل باطنی آقای یاوری و کادر فنی به تیم پرسپولیس منتقل شد. اعلام خطا به نفع تیم فجر سپاسی است. ضربه خطا رو رامتین سلیمان زاده باید بزنه. در آغاز بازی هم در واقع 22 شاخه گل هدیه بسیج ورزشکاران سپاه فجر فارس به بازیکنهای دو تیم بود که به مناسبت گرامی داشت 22 بهمن ماه همراه با توزیع و بسای فرهنگی به تماشاگران مسابقه اهدا شد. سعید قزل در خط دفاعی ضربه سر اول رو میزنه. توپ در اختیار بازیکن تیم پرسپولیس قرار میگیره. خطای هند محمد حیدری بازیکن سه گله تیم فجر سپاسی اعلام میشه از سوی البرز حاجی پور. جلال حسینی مدافع مستحکم، مطمئن و خوب تیم پرسپولیس باید بازی رو شروع کنه. سعید قزل، او هم مدافع خوب، مستحکم و با صلابتی سر خط دفاعی تیم فجر سپاسی. باز هم سعید قزل، انگیزه زیادی رو دارن بازیکن تیم فجر تا بتونن در این مسابقه از تیم قدرتمند پرسپولیس امتیاز بگیرن. به هر حال شدیداً به سه امتیاز احتیاج دارن. علی دایی خودش هم میدونه واقعا کسب سه امتیاز چقدر میتونه حیاتی باشه برای ادامه راه برای تیم پرسپولیس که از جام حذفی هم کنار رفته بود. دیگه حالا تمام امیدش به قهرمانی در لیگ برتر است. یه اشتباه مرگبار از نیلسون کوریا میرفت شکل بگیره به دروازه‌بان مطمئن تیم پرسپولیس و حالا توپو درآورد از مقابل پای
محمد حیدری، رضا حقیقی، خطا از جلال علی محمدی به روی رضا حقیقی اعلام میشه. این 30مین پیکار، 31مین در واقع پیکار تیمای فجر سپاسی و پرسپولیس هست. در 30 مسابقه قبل 12 بار پرسپولیسی ها بردن، 7 بار فجر و 11 بار هم بازی مساوی شده. حالا آمارای جالبی هم دارم که من در طول گذشت خدمت شما عرض خواهم کرد. فرصت برای تیم پرسپولیس، از مقابل دروازه رد میشه و از این سمت به بیرون میره. پرتاب رو فجیا باید انجام بدن. حمید علی عسکری رو میبینید، یه گل حساس هفته گذشته در برابر سپاهان زد. پرتاب توپ رو علیرضا جلیلی انجام میده. جلال علی محمدی، دوباره پرتاب به نفع پرسپولیس هست. محمد نوری منطقه بازی رو خوبی عوض میکنه برای خلعتبری. حمید جوکار امروز به عنوان مدافع چپ انجام وظیفه میکنه، بازیکن بسیار خوب تیم فجر سپاسی. همین بازیکنی که صاحب توپ هست، بازی شاید خیلی به چشمی اما فوق العاده کار میکنه در ترکیب تیم فجر سپاسی. 3 گل هم برای این تیم در این فصل به ثمر رسونده. در میانه میدان محمد حیدری رو به سمت دروازه پرسپولیس حرکت میکنه. سمیر بکیش از کنارش رد میشه اما توپشو میزنه. سید جلال حسینی همشهریش و دوباره فجیها از چپ به حرکت در میان. میثم خداشناس، خطایی در کار نیست و توپ به نیلسون کوریا میرسه. نیلسون کوریا جونیور دروازه‌بان 38 ساله تیم پرسپولیس، فوق العاده است. آمارش 16 کلین شیت یا هم گل نخوردن داشته و در واقع از این حیث رکورددار دروازه‌بان لیگ برتر هست. دروازه‌بان خارجی خوب کم داشتیم در طول این دو دهه اخیر اما نیلسون کوریا در واقع ما رو به یاد آرنای پتروسیان سپاهان میندازه. جلال علی محمدی میانه میدان، سمیر بکریچ، محمد نوری توپ ازش میگیره. جلال حسینی، دوباره محمد نوری کاپیتان تیم پرسپولیس برای حمیدرضا علی عسکری. در میانه میدان یه پاس برای عباس‌زاده که به اون نرسید. سلیمان زاده، سیامک کوهنورد در خط دفاعی فجیا توپ آرام آرام جلو میارن. در آفساید حرکت میکنه محمد حیدری، پرچم کمک داور به علامت آفساید بالا میره و بازیکن تیم فجر در آفساید قرار میگیره. اولین آفساید مسابقه رو فجیها درش گرفتار میشن. این محمد حیدریه و علی دایی که 11 بار در برابر محمود یاوری، آقای محمود یاوری به عنوان سرمربی قرار گرفته. 6 بار آقای دایی برده، 4 بار بازی کودرو رو آقای یاوری برده و 1 بار هم بازی مساوی شده. صالح خلیل آزاد، بلند قامت ترین دروازه‌بان حاضر در رابطه لیگ برتر هست، با حدود 2 متر قد دروازه‌بان آینده داریست صالح خلیل آزاد در ترکیب تیم فجر سپاسی. حمید جوکار از چپ به حرکت در میاد. خلعتبری ریزنقش باش حرکت میکنه. امروز برای اون مأمور مهار محمدرضا خلعتبری احتمالاً هست که در دفاع چپ به کار گرفته شده. سمیر بکریچ، خطا به نفع تیم فجر سپاسی اعلام میشه. آها، تیمای زوباهن و راهن و داماش هم قطعاً دلش میخواد پرسپولیس این بازی رو ببره که یه جورایی فجیها غزل خداحافظی رو سر بدن. اما هنوز بجز این هفته 4 هفته دیگه باقی مونده و اتفاقات زیادی دیگری رو خواهد داد. حرکت از فجیها از راست، فرصت برای فجر سپاسیه. پاس زمینی در منطقه جریمه و توپی که توسط بازیکنای فجر به شکل خطرناک زده میشه. جلال علی محمدی بود که ضربه‌شو زد. این بازیکن هم 3 گل تا حالا برای فجر سپاسی در رابطه لیگ برتر به ثمر رسونده. جلال الدین علی محمدی، ثانی آثار رو با هم می‌بینیم. خوب زد ضربه‌ش اما توپش در چارچوب نبود، وگرنه از نیلسون کوریا کاری ساخته نبود. ضربه بلند دروازه‌بان تیم پرسپولیس محمد عباس‌زاده
توپا به بیرون میزنه. به هر حال دو گل ارزشمند رو برای پرسپولیس به ثمر رسوند در جام حذفی لیگ و جام حذفی که پرسپولیس به فولاد باخت و حذف شد. اما در بازی با سپاهان یه گل خیلی قشنگ رو محمد عباس‌زاده زد. سمیر بکریچ خطا به روی بازیکن بوسنیایی تیم فجر اعلام میشه. سیامک کوهنورد، حمید جوکار، خطای مشخص از محمد رضا خلعتبری. اگه پا به تو بشه اذیت میکنه سمت راست خط دفاعی تیم پرسپولیس حمید جوکار. یه گل خیلی قشنگ هم در ابتدای فصل به استقلال زد. جلال علی محمدی یه پاس به عمق، میثم حسینی توپو میزنه. رضا حقیقی، سعید قزل، رامتین سلیمانزاده، باز هم سعید قزل و سلیمانزاده که این بار توپ به بیرون میره، پرتاب به نفع تیم سرخپوش میدان یعنی پرسپولیس هست. محمد نوری یه پاس بسیار خوب توی فضای عالی، اگر خلعتبری توپو کنترل میکرد میتونه سر ضربه به توپ ضربه بزنه، اما توپ خلعتبری به بیرون رفت و نتونست که از پاس خوبی که محمد نوری براش فرستاد استفاده کنه. این محمد رضا خلعتبری به همراه اسد مدی سید سالی که امروز روی نیمکت ذخیره است یاران شش گله پرسپولیس به حساب میان. امروز بازی اساسی دیگری هم انجام میشه، استقلال با سایپا، گستش فولاد با مس، ملوان و فولاد که همگی بازی‌های بسیار حساسی هستن و تعیین کننده و باید ببینیم که در پایان هفته 26 چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. ضمن اینکه نفت تهران هم با تراکتور بازی میکنه امروز. مهداد کریمیان کاپیتان تیم فجر، جلال علی محمدی تو میبره به سمت چپ. میثم خداشناس، جوکار از کنارش حرکت میکنه، حالا حمید جوکار تو سر توپ میزنه، خلعتبری باهاش حرکت میکنه، سانت عالی و توپی که از مقابل سر محمد حیدری به بیرون میره. خط دفاعی تیم پرسپولیس فوق العاده کار کرده در این فصل از رقابت های لیگ برتر و برای سخت به تیم پرسپولیس گل زدن. فجیام از اون طرف ضعیف ترین خط حمله لیگ رو داشتن با 15 گل. پرسپولیس فقط 11 گل خورده و آمار بسیار خوبی رو داره در خط دفاعی. مدافعین خوب در کنار یه دروازه‌بان کاملا مطمئن و همچنین هافک‌های خوبی مثل رضا حقیقی باعث شدن تا پرسپولیس یکی از بهترین فصول خودش از حیث خط دفاعی سپری کنه. محمد حیدری انگیزه زیادی داره. محمد حیدری بعد از رهایی از کمند مصدومیت تا دوباره روزای خوب ابتدای فصل خودش رو برای فصل تکرار کنه. آقای محمود یاوری 8 بار برابر پرسپولیس بازی کرده، البته با عنوان مربیگری تیم فجر دو بار برده، 3 بار باخته و 3 مساوی هم در کارنامه این مربی با تجربه دیده میشه. یکی از بازیکن پرسپولیس محسن مسلمان، تکل مطمئن از مدافع مطمئن تیم فجر رامتین سلیمان زاده و فجری ها صاحب توپ هستند. کریمیان، بکریچ، دوباره کریمیان، پاس به سمت راست زمین، سلیمان زاده به تو میزنه، یه پاس برای مهداد کریمیان پشت منطقه جریمه، خود کریمیان میبره به راست برای سمیر بکریش، بازیکن پا به توپ سمیر بکریش، پرتداد هستن پرسپولیسی ها. دوباره بکریش روی توپ اثر میگذاره و رضا حقیقی که نه محمد نوری بود، حالا محسن مسلمان، یه پاس توی فضای مناسب برای عباس زاده فرستاده میشه. چه سرعتی داره خلعتبری، با چه سرعتی پیش میره، یه فرصت برای تیم پرسپولیس و سلیمان زاده که قائله رو ختم میکنه. بازی خوبی بوده، امیدواریم که در ادامه هم بازیکن دو تیم یه بازی سرعتی رو در دستور کار قرار بدن. نتیجه مساوی به در هیچ کدوم از دو تیم نخواهد خورد، پس این عاملی میشه که هر دو تیم به دنبال پیروزی در این مسابقه باشن. رضا حقیقی موقعی که در فجر بازی میکرد در بازی رفت فصل گذشته گل دوم تیم فجر در اون پیروزی 3-2 به ثمر رساند. کلاً 3 پیروزی آخر فجر در برابر پرسپولیس خارج از شیراز بود و خوب در تهران پرسپولیس رو میبرن فجر و از اون طرف هم پرسپولیس خوب در شیراز
فجر رو میبرند و در سه بازی اخیر در این ورزشگاه پرسپولیس برابر فجر به پیروزی رسیده. خلعتبری احساس ناراحتی میکنه، مشکلی نداره و میتونه بازی رو ادامه بده. سلیمان زاده، سیامک کوهنورد کار میکنه با سعید قزل. جوکار در سمت چپ، خطای محمد رضا خلعتبری به روی حمید جوکار. هواداران تیم فجر سپاسی که به تشویق تیم خودشون میپردازن. گنجایش ورزشگاه کاملا پر شده، تعداد تماشاگران دو تیم هم دقیقا برابر هست. نیمی از ورزشگاه در اختیار پرسپولیسی هست و نیمی دیگر زردپوش هست. دوباره حیدری در آفساید قرار میگیره. محسن بنگر رو مشاهده میکنید، یکی از ارکان خط دفاعی تیم پرسپولیس هست. نیلسان کوریا، عمده دوران بازیگریشو که خیلی موفقیت آمیز بود براش، در تیم ویتوریا گیمارش پرتغال سپری کرد، با اون تیم حتی سوم لیگ پرتغال هم شد. سمیر بکریچ میبره به چپ، خداشناس، مهداد کریمیان، فجیها جلو میان، علی جلیلی از راست توی فضای مناسب صاحب توپ هست. علیرضا جلیلی، جلال علی محمدی از کنارش حرکت میکنه. در خط دفاعی باز هم سعید قزل، پاس بلند به پشت مدافعین تیم پرسپولیس که توپ به بیرون میره. آخرین مسافه این دو تیم در این ورزشگاه درست 375 روز قبل بود که پرسپولیس 2-0 فجر سپاسی رو برد و سریع‌ترین گل تاریخ رابطه‌های لیگ برتر هم توسط غلامرضا رضایی به تیم شهر خودش یعنی فجر به ثبت رسید در تاریخ رابطه‌های لیگ برتر. یه پاس به عمق سمیر بکریچ، میثم حسینی که جا افتاده در ترکیب تیم پرسپولیس توپ رد میکنه. مسلمان، یه پاس خوب به عمق، حمید جوکار مراقب خلعتبری هست. 15 دقیقه از بازی گذشته، حساب کار 0-0 مساوی هست. سید جلال حسینی، مدافع ارزشمند تیم پرسپولیس که بدون شک مدافع ثابت تیم ملی کشورمون هم خواهد بود در رقابت‌های جام جهانی. خداشناس، جوکار، یه پاس در آن برای خداشناس، به توپ میرسه میثم خداشناس، خوب میکاره برای حمید جوکار. رضا حقیقی در برابرش هست، یه سانت عالی، یه فرصت برای تیم فجر، ضربه‌ای که جلال علی محمدی میزنه و توپش از کنار دروازه به بیرون میره. این فجرها بودن که در این 15 دقیقه بهتر کار کردن. علی کلانتری صحبت میکنه با آقای یاوری، با هم صحنه آهسته رو میبینیم. سانت عالی حمید جوکار، اگه توپ روی سر حیدری سوار میشد شاید دروازه پرسپولیس باز میشد، اما ضربه جلال علی محمدی به بیرون رفت. نیلسون کوریا بازی رو باید آغاز کنه، ضربه سر رو میزنه، عباس‌زاده خوبم میزنه. حالا پرسپولیسی ها رو به جلو میان. محسن مسلمان، سلیمان زاده توپو میگیره از حمید رضا علی عسکری، یه پاس اشتباه از مهداد کریمیان که توپ در اختیار یاران تیم پرسپولیس قرار میگیره. از ساعت 15 نفت تهران با تراکتور بازی خواهد کرد در تهران، فولاد با ملوان و از ساعت 17 استقلال با سایپا. آقای یاوری برخلاف بازی گذشته که کمتر لب خط می اومد از این مسابقه و در این مسابقه در واقع از ابتدا لب خط حضور داره و بازیکنان تیم خودش رو هدایت میکنه. محسن بنگر، یه پاس بلند، صالح خلیل‌آزاد از دروازه بیرون میاد و توپ در اختیار میگیره. هواداران تیم پرسپولیس اعتقاد دارن که صالح خلیل‌آزاد توپ خارج از محوطه جریمه کنترل کرده که این گونه نیست. سمیر بکریچ، دو بازی ملی هم در کارنامش به چشم میخوره، زمانی که آقای بلاژویچ مربی تیم ملی بوسنی بود در سال 2009-2010. کریمیان، یه پاس خوب برای خداشناس. مهدادی کریمیان، یه ضربه از مهدادی کریمیان، توپ او از بالای دروازه تیم پرسپولیس به بیرون میره.
این مهرداد کریمیانه که به هر حال این فصل کاپیتان تیم فجر سپاسی است. نیمکت ذخیره‌های تیم فجر آقای آری، سرپرست زحمتکش تیم فجر، در کنار علی کلانتری، نادر قبیشایی مربی دروازه‌بان‌ها و همچنین محمود خرمزی که کار سختی رو دارن در 4 هفته پایانی به علاوه این مسابقه. بازی برابر تیم خوب پرسپولیس که بازیکنای خوبی هم داره کار آسانی نخواهد بود برای تیم فجر. کریمیان، حمید جوکار، بازی آروم شد بعد از یکی دو حمله تیم فجر. حمید جوکار خلعتبری رو راحت دریبل میزنه، یه حرکت تند تیز از جوکار، اگه به توپ برسه به توپ میرسه اما ماهینی اونجا باهاش حرکت میکنه و مشایعت میکنه تا توپ به بیرون بره. این طرف هم نیمکت ذخیره تیم پرسپولیس کریم باقری، آخر شکست پرسپولیس در این ورزشگاه با گل این بازیکن بود، یه گل به خودی از کریم باقری که پرسپولیس بازی رو باخت. جواد منافی رو هم میبینید، یکی از بهترین مدافعان چپ فوتبال کشور ما در اوایل دهه 70. حیف شد که جواد منافی به علت یه تصادف فوتبالش زود تموم شد. آقای شیرینی در کنار آقای محمد دایی و آقای علی دایی هم که لب خط ایستاده و با بازیکنان تیم پرسپولیس صحبت میکنه. توپ در اختیار بازیکنان زردپوش تیم فجر سپاسی است. خطا به روی سعید قزل انجام شد. آقای یاوری میاد با حالا آقای کلانتری که کلی زحمت کشید تا فجر رو از لیگ یک به لیگ برتر بیاره، میاد و با بازیکن فجر صحبت میکنه. خیلی برای تیم فجر زحمت کشید آقای علی کلانتری، بازیکن زیادی رو هم معرفی کرد. یکیش همین رضا حقیقی که داره الان در ترکیب تیم پرسپولیس بازی میکنه، مهدی نظری در استقلال و 4-5 بازیکن خوب دیگه که در تیمایی مثل فولاد و گسترش فولاد دارن بازی میکنن. ایوب کلانتری و سروش رفیعی در فولاد هستن و خالد شفیعی هم در گسترش فولاد. جلال حسینی با نیلسون کوریا کار میکنه، روی توپش میره سمیر بکریچ تا تحت فشار توپ نیلسون کوریا به بیرون بزنه. انگار نه انگار 38 سال سن نشه نیلسون کوریا. یه نکته جالب هم راجع به دروازه‌بان دوم تیم پرسپولیس رضا محمدی اینه که بدون هیچ گونه اعتراضی یه فصل کاملا روی نیمکت ذخیره نشسته و اخلاق حرفه‌گری خودش رو کاملا نشون میده. رضا محمدی، رضا حقیقی یه پاس پشت پا خیلی خوب پاس داد رضا حقیقی، یه ضربه از عباس زاده که توپش بدون هیچ گونه ایجاد خطری برای دروازه تیم فجر به بیرون میره. تماشاگران حاضر در ورزشگاه که به هر حال این بازی رو از نزدیک تماشا میکنن. عرض کردم گنجایش ورزشگاه کاملا پر شده. اگه فجر سپاسی نتونه در رقابت لیگ برتر بمونه قطعا سال آینده پرسپولیس به شیراز نخواهد اومد و این همه تماشاگر هم به استادیوم نخواهد اومد. علیرضا جلیلی توپو به بیرون میزنه. محسن مسلمان، خود مسلمان، ارسال توپی که بله رای کورنر میشه، کورنر به نفع تیم پرسپولیس. سرزنهای خوبی هم داره پرسپولیس. بنگر حسینی حالا جلو میاد، خود محمد عباس آدم که سرزن قهار از سه گل اخیر پرسپولیس در جریان مسابقه، دو گلش روی ضربات کورنر بوده. حالا تو فرستاده میشه، یه موقعیت صالح خلیل آزاد توپو دفع میکنه. حمید علی عسکری از همونجا با نیلسون کوریا کار میکنه، خطر دفع میشه و نیلسون کوریا با میثم حسینی، دوباره نیلسون کوریا، محمد عباس‌زاده روی توپش میان، بدون خطا توپش رو میگیرن. تازه خطای خود محمد عباس‌زاده هم میخواست بگیره آقای البرز حاجی پور، داوری که اهل شهرستان لالی استان خوزستان هست،
از داوران خوش اخلاق رابطه لیگ برتر هم به شمار میاد. سعید قزل پرتاب کننده ای توپ هست، این با توپ کوتاه پرتاب میکنه، با زدن این توپ بلند توپ میاد به پشت محوطه جریمه پرسپولیس. کریمیان، جلال علی محمدی یار پابتو به تیم فجر، در آم یه فرصت به تیم فجر که تکل خوبی زد محسن بنگر. ها بی خود نیست که پرسپولیس فقط 11 گل خورده در 25 دیدار قبلی خودش، دو مدافع مرکزی خوب داره. حمید جوکار تو به نفع فجر به بیرون میره. سیامک کوهنورد، محمد حیدری، امروز محمد نزهتی هم برای اولین بار از این نیمکت ذخیره ها از زمانی که به فجر اومده کار رو دنبال میکنه. نیلسون کوریا برای چندمین بار با زدن این ضربه بلند بازی رو شروع میکنه. باز هم عباس‌زاده ضربه سر رو خوب میزنه، معلومه که پرشای خوبی داره محمد عباس‌زاده. این سمت هم محمد حیدری خوب میپره برای تیم فجر. بنگر میانه میدان، سیامک کوهنورد، خود کوهنورد، جلال علی محمدی تو میرسه به محمد حیدری از سمت راست، از مقابل میرفت که برداره حسینی رو و توپی که نهایتا به بیرون میره تا پرتاب به نفع تیم فجر سپاسی به دست بیاد. 24 دقیقه از زمان مسابقه سپری شده، دو تیم 0-0 مساوی هستن. در این 24 دقیقه میشه گفت فجری ها بیشتر توپ میدان رو در اختیار داشتن. خطای هند سمیر بکریچ اعلام میشه، پرچم آقای سجاد توری بالا رفت و خطای هند این بازیکن سمیر بکریچ گرفته شد. سابقه بازی در لیگ کره و همچنین قزاقستان هم در کارنامه این بازیکن دیده میشه. خلعتبری خطای هندش مشخص بود و آقای حاجی پور در سوت خودش دمید. حمید جوکار تعویض منطقه بازی، این بار اشتباه میکنه جوکار. جلال علی محمدی میاد و توپو میگیره از حمید علی عسکری. علیرضا جلیلی مدافع زحمتکش تیم فجر، یه پاس برای سمیر بکریچ لب خط، جلال حسینی رها میکنه تا توپ سمیر بکریچ به بیرون بره. این چهره سمیر بکریچ در بازی با داماش یه گروه برای تیم فجر سپاسی به ثمر رسوند. که جالب توجه راجع به دو تیم در بازی‌های خارج از خانه اینه که پرسپولیس دو بار خارج از خانه بردن و فجر هم از 4 پیروزی خودش در این فصل دو بارش خارج از خانه بوده. سعید قزل توپو دور میکنه. کوهنورد یه پاس خوب از خداشناس برای محمد حیدری، محمد حیدری توپو میرسونه به کریمیان. میانه میدان، جلال علی محمدی، سیامک کوهنورد میاد روی پای راستش، یه پاس برای خداشناس. فجری ها توپو در زمین پرسپولیس در اختیار دارن. سیامک کوهنورد از فاصله دور ضربه‌شو میزنه. نیلسون کوریا توپو در اختیار میگیره. این چهره سیامک کوهنورد که در تیم نفت آبادان فصل گذشته بازی میکرد، با نفت آبادان و فجر سپاسی سابقه سقوط داره. سیامک کوهنورد، ضربه سعید قزل، توپ به صالح خلیل آزاد میرسه، دروازه‌بان 23 ساله تیم فجر سپاسی. فیزیک بدنش عالی هست صالح خلیل آزاد، بسیار محجوب و کم صحبت هست. ضربه‌شو بلند میزنه. حیدری بالاتر از بنگر ضربه سر رو میزنه، توپ به نفع تیم فجر سپاسی به بیرون میره. سیامک کوهنورد، حمید جوکار، دوباره کریمیان، یه ساعت یه فرصت برای تیم فجر و رضا حقیقی توپو دور میکنه.
یه خطای بد از خلعتبری، داور آوانتاژ میده، شاید بعدش کارت زرد نشون بده، بعد جور زد حمید جوکار رو. بازی جوان مردانه هم که به حال رعایت نمی‌کنه. خطای در کار نیست و فجیها توپو در اختیار میگیرند. حالا توپو مرداد کریمی هم به بیرون میزنه تا دل از مسلمان و جوکار که احساس ناراحتی کردن به وضعیتشون رسیدگی بشه. آقای البرز حاجی پور این هشتمین قضاوتش هست، آخرین بازی هم که قضاوت کرد بازی تیمای استقلال و ذوب‌آهن بود که 1-1 شد. رضا حقیقی که در اختیار فجری ها قرار میده. عرض کردم در بازی رفت پارسال گل غلام رضا رضایی از ثانیه فکرم 12 بود که به عنوان سریع‌ترین گل سال 2012 جهان هم شناخته شد. البته این سریع‌ترین گل تاریخ رقابت‌های فوتبال کشورمون نیست، طوری که هادی عبداللهزاده در سال 78 در بازی تیمای ابو مسلم و ایرسوت ثانیه 4 بود که بازی ایرسوت رو باز کرد. به بازی برمیگردیم. خداشناس بکریچ توپو نوری میگیره ازش. حالا خلعتبری یا مسلمان، که مسلمان مسلمان بود که حمید جوکار او رو با خطا متوقف کرد. خطا به نفع تیم پرسپولیس، درست در میانه میدان هست. پرسپولیسی هنوز نتونستن که موقعیتی رو به روی دروازه فجر خلق کنند. از این نما تماشاگران حاضر در آشکار رو میبینید، این نما پرسپولیسی ها هستند و این نما هم طرفداران تیم فجر سپاسی نشستند. یه ارسال بلند، صالح خلیل آزاد از دروازه بیرون در اختیار میگیره. علی جلیلی بازی رو شروع میکنه، خطایی نیست. حمید رضا علی عسکری یه پاس خوب در یه ضربه یه سر ضرب از محمد عباس‌زاده که توپش با اختلاف زیاد به بیرون رفت. این چهره محمد عباس‌زاده، بازیکن سابق تیم نساجی قائم شهر که آقای دایی به بازیش اعتقاد داره. پرسپولیسی‌ها مرداد کفشگری رو به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند. از آن یه دست مصدوم شد کفشگری. آلیشا هم نیست امروز در ترکیب 18 نفره پرسپولیس. خطا از محمد حیدری به روی سید جلال حسینی. آقای حاجی پور رو مشاهده می‌کنید، دوبار هم این فصل برای فجر قضاوت کرده. بازی تیم‌های فجر سپاسی و تراکتور که 0-0 شد در این ورزشگاه و بازی تیم‌های سپاهان اصفهان و فجر که 3-0 فجر باخت به تیم خوب سپاهان. به بازی برمیگردیم. حسین ماهینی در خط میانی، خلعتبری روی توپش میان فجری ها. محسن مسلمان به سمت راست متمرکز شده. خود خلعتبری برای اولین بار است که پرسپولیس رو حرکتی رو شروع میکنه. سعید قزل ضربه سر رو میزنه پشت منطقه جریمه. جلال علی محمدی جنگنده و محکم بازی میکنه. خطای رضا حقیقیه که معترض هست. رضا حقیقی به تصمیم آقای البرز حاجی پور. البرز حاجی پور تا حالا کار مشکلی رو نداشته و بازی درگیرانه ای رو شاهد نبودیم. یه پاس با پشت پا توپ رو رضا حقیقی میگیره میانه میدان، عقبتر برای سید جلال حسینی. شور و هیجان خاصی بر ورزشگاه میانه تماشاگران حکم فرماست. امیدواریم که بازی هم پر حرارت دنبال بشه. پرتاب به نفع تیم فجر سپاسی است. مشاهده میکنید، فکر کنم کاری هم نداشته باشن به بازی و فقط دارن تشویق میکنن. سمیر بکریچ پشت منطقه جریمه، فرصت برای تیم فجر سپاسی و نوریه که اونجا پوشش میده. محمد رضا خلعتبری، سعید قزل توپو میزن از مقابل پای محمد عباس زاده، بلند میشه و به بازی ادامه میده.
33 دقیقه از بازی گذشته، دو تیم 0-0 مساوی هستند. کریمیان یه تکل خوب از علی عسکری، میثم حسینی تحت فشار قرار میدن فضیا، بازیکن ثابت به پرسپولیس، حالا کریمیان اگه ببینه بکریچ رو که ندید، حالا حمید جوکار خلطبری رو دوباره دیریب میزنه، سمیر بکریچ، دو بازیکن پرسپولیس روی توپ سمیر بکریچ میان، سمیر بکریچ یه لایه خیلی قشنگ میزنه به بازیکن توپ پرسپولیس و در نهایت بدون ایجاد هیچ گونه خطری توپ از مقابل دروازه تیم پرسپولیس به گردش در خواهد اومد. در بازی همزمان هم که اتفاق خاصی رخ نداد، البته بازی تیم‌های نفت و تراکتور و فولاد و ملوان تازه شروع شده، اما گسترش و مس که همزمان با این بازی بوده 0-0 مساوی هست. هفته گذشته که کم گلترین هفته رابطه لیگ برتر شاهد بودیم، امیدواریم که این هفته از اون هفته خیلی بهتر باشه. سعید غزل با رامتین سلیمانزاده کار میکنه، خطا از محمد حیدری به روی سید جلال حسینی، خلعتبری، مسلمان از راست به حرکت در میاد، محسن مسلمان، رضا حقیقی در میانه میدان، یه حرکت از پرسپولیسی های تکل خوب از محمد حیدری، توپ رو به بیرون میزنه، پرتاب برای سرخپوشان هست. رضا حقیقی به عنوان یه بازیکن بلند قامت تکنیک قابل قبول داره، معمولا هم زیاد تو سرتون میزنه رضا حقیقی. حالا ماهینی گارد شوت میگیره، یه ضربه محکم و خطرناک از حسین ماهینی، یخ بازی رو آب میکنه و صالح خلیل آزاد رو به واکنش وامی داره. صحنه آسه بهتر نشون میده که چه واکنش خوبی نشون داد، هرچند که فکر کنم توپ هم در چارچوب نبود. صحنه آسه رو که همکاران عزیزمون نشون دادن، حالا سمیر بکریچ از چپ به حرکت در میاد، توپش رو به خوبی با تسلط میگیره محسن بنگر، ماهینی، سعید غزل ضربه سر رو میزنه، محمد نوری، یه مقدار ایستا بازی میکنن بازیکنان دو تیم. میثم حسینی یه پاس برای خلعتبری، داره تند و تیز تیم فجر، عذر میخوام تیم پرسپولیس، واسم خلعتبری، این بار علیرضا جلیلیه که روی توپش میاد، توپ بین سه بازیکن گیر میکنه و در نهایت توپ در اختیار یاران تیم پرسپولیس قرار میگیره. آها، پیام صادقیان به دلیل سرماخوردگی ظاهرا در ترکیب تیم پرسپولیس نیست، اما روی نیمکت ذخیره او حضور داره و باید ببینیم که صلاح دید آقای دایی چی هست و آیا در ادامه به میدان خواهد اومد یا اینکه خیر. تازه پرسپولیس سید مهدی سید صالحی و فرزاد حاتمی رو هم داره. سعید قزل در خط دفاعی، سلیمان زاده، سیامک کوهنورد با جوکار کار میکنه. بهترین برد پرسپولیس در دیدارهای رو در رو چهارمی داره رابطه لیگ برتر بود که پرسپولیس 5-1 تیم فجر سپاسی رو شکست داد. از طرفی دیگه بهترین برد فجر هم برمیگرد به فصل بعد اون، یعنی در پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر که فضیها با تیم جوان اون موقع خودشون 4-2 پرسپولیس رو با سرمربیگری آقای پروین شکست دادن، همون بازی معروفی که در نهایت منجر به جدایی آقای پروین از سمت سرمربیگری تیم پرسپولیس شد. دو گل اون 4 گل رو غلام رضایی زد و دو گل دیگه اش هم حسن فرجی برای تیم فجر به ثمر رساند. کریمیان، خطای هند در کار نیست، بازی پیگیری میشه، این بار هم خطایی در کار نیست و کریمیانه که توپو میبره به سمت چپ زمین. میثم خداشناس، سید جلال حسینی بدون هیچ گونه مشکلی ضربه سر میزنه،
در میانه میدان. رضا حقیقی، نوری، رضا حقیقی توپش به بیرون میره. عجل مربیانی که واقعا در شکوفایی رضا حقیقی نقش داشتن، علاوه بر آقای یاوری، آقای علی اصغر کلانتری بود مربی امروز تیم فجر سپاسی که در حوادث لیگ یک واقعا متحول کرد فوتبال رضا حقیقی رو و او رو به عنوان یه هافک دفاعی کامل به فوتبال کشورمون معرفی کرد. میثم حسینی، جلال حسینی بازی رو با خلعتبری ادامه میده. بازی ایستا و کندی رو شاهد هستیم. یه حرکت از ماهینی، سرعت توپ زیاده و او به توپ نمیرسه. به هر حال مشکلاتی که پرسپولیس بعد از بازی با سپاهان داشت یه مقدار ظاهرا روی کار تیم پرسپولیس اثر گذاشته، وگرنه پرسپولیسی ها در این فصل از رقابت لیگ برتر تیم بودن که در نیمه اول معمولا به گل میرسیدن. این آقای علی اصغر کلانتری هست، مربی بومی تیم فجر سپاسی که عرض کردم با کلی زحمت دو فصل قبل فجر از لیگ یک به لیگ برتر آورد. این کار رو هم به سختی انجام داد. در پلی آف با آلومینیوم بود که فجر تونست آلومینیوم هرمزگان رو شکست بده و به لیگ برتر بیاد. بکریچ، در میانه میدان سلیمان زاده، جلال حسینی، میثم حسینی بود که لحظه روی توپش مال البته جلال علی محمدیه که توپ در اختیار داره. یک و دو میکنه باز کن تیم پرسپولیس. حالا محمد حیدری، یه لحظه توپ از روی پای چپش رد شد. جلال علی محمدی، یه پاس خوب برای کوهنورد. میانه میدان سلیمان زاده، پاس به عمق و نیلسون کوریا که توپو در اختیار میگیره. در ابتدای مسابقه هم از 929 شهید گرانقدر فرمانده انتظامی استان فارس هم تجلیل به عمل اومد. یاد و خاطره شهدای عزیز و گرانقدر انتظامی استان فارس رو هم گرامی میداریم. علی محمدی، یه پاس خوب توی فضای مناسب، خداشناس گارد شوت میگیره اما شوت نمیزنه. کریمیان، جوکار، میثم خداشناس، کوهنورد، بازی زمینی بازیکن تیم فجر. حالا جلیلی یه سانت زمینی و کم اثر که علی اصغری توپو در اختیار میگیره و حالا حرکتی رو شروع میکنه. باز هم علی محمدی خوب بازی کرده امروز در ترکیب تیم فجر، بازیکن جوان فجر سپاسی که عرض کردم سه گل رو برای تیم به ثمر رسونده. سعید قزل، کریمیان، فجیها به راحتی توپو به گردش در میارن در مناطق مختلف زمین. حالا حمید جوکار به خوبی ماینی راه توپش رو سد میکنه. خطا از حمید جوکار به روی رضا حقیقی. تماشاگران پرسپولیس قبل از شروع مسابقه خیلی با شور و حرارت تشویق میکردن، اما لحظاتی هست که تشویق نمیکنن تیم خودشون رو. خطا از میثم خداشناس و کارت زردی که داور به این بازیکن نشون میده، اشاره میکنه که این برای دومین باره که پای خطا کرده. اولین کارت زرد مسابقه به میثم خداشناس روی این حرکت و این خطا نشان داده میشه. 42 دقیقه از زمان مسابقه در نیمه اول گذشته، 0-0 بازی در جریانه. آقای حاجی پور دیواری دفاعی رو عقب‌تر میاره. پرسپولیس ها سرزن هستند. نوری پشت توپ هست، توپو مستقیم فکر نکنم بزنه و با توپو ارسال کنه. حالا توپو ارسال میکنه، یه موقعیت و توپی که توسط جلال احمدی دفع میشه. حالا جلیلی،
محسن مسلمان، یه پاس خوب، یه فرصت برای تیم پرسپولیس در منطقه جریمه که سعید قزل به راحتی توپ رد میکنه. پرتاب به نفع تیم پرسپولیس هست. رضا حقیقی میخواد بلند پرتاب کنه، به هر حال پرتابای نسبتاً بلندی داره، اما نه به بلندی پرتابای خالد شفیع و ایمان موسوی. گسترش، یه فرصت و قبلش داور خطای محسن بنگر رو اعلام کرد. این چهره رضا حقیقی هست. که در ترکیب تیم پرسپولیس کاملا جا افتاده. خصوصیات یه آفک دفاعی تمام عیار رو داره رضا حقیقی. ضربه سر عباس‌زاده. حمید جوکار میانه میدان، سیامک کوهنورد، یه پاس برای سمیر بکریچ. خود بکریچ توپو جدا میکنه از محسن بنگر، با هم سمیر بکریچ، بنگر مقابلش هست، خیلی سخت‌کوش بنگر. حالا بکریچ شیشه فار تو سر توپ میزنه، باز هم این کار رو انجام میده. سمیر یه لایه قشنگ، اما خطایی در کار نیست. این دومین باریه که سمیر بکریچ توپ از بین پای مدافعین پرسپولیس رد میکنه، اما نمیتونه که مثمر ثمر باشه. جلال علی محمدی، سیامک کوهنورد، یه پاس بلند برای محمد حیدری. مسلمان، یه کنترل خوب روی پا، تو فرستاده میشه برای محمد عباس‌زاده. سعید قزل و توپی که سعید قزل با تجربه به پای محمد عباس‌زاده میزنه و توپ از مقابل دروازه تیم فجر سپاسی به گردش خواهد در اومد. تماشاگران هم انصافاً با نظمی مثال زدنی در ورزشگاه حضور داشتند. سوت پایان بازی در نیمه اول با تساوی 0-0 به صدا در بیاد. اصلا وقت اضافه نداشتیم در نیمه اول و دو تیم نیمه اول رو بدون گل مساوی به رختکن میرن. استراحت کوتاهی رو خواهیم کرد و با آغاز نیمه دوم در خدمت شما عزیزان بیننده خواهیم بود. فعلا خدا نگهدار.